به نام خدا، سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. زمامی هستم، مدرس این دوره از آموزش فتوشاپ ویژه عکاسان که در خدمت شما هستم. در این جلسه با یک سری از ابزارهای مهم فتوشاپ کار میکنیم. عزیزانی که این آموزش رو میبینید قطعا با فتوشاپ آشنایی دارید، اما ابزارهایی پرکاربرد هستند و خیلی مهمن برای خلق تصاویر. در این جلسه آموزش میدم و از جلسات بعد به کار با تصاویر و ویرایش تصاویر میپردازیم. برای شروع فتوشاپ رو باز میکنم و از قسمت منوی فایل، نیو یا کنترل N کلید میانبری این گزینه یا این قسمت کریت نیو رو میزنم. این قسمت تنظیمات اصلا مهم نیست، فقط کافیه یک سند جدید ایجاد کنید. مهم نیست چه سایزی یا از چه مد رنگی باشه. کریت رو میزنم. در مرحله اول با ابزار لایه ها کار میکنیم که یکی از ابزارهای اصلی و پرکاربرد در فتوشاپ به شمار میره. والت لایه سمت راست محیط فتوشاپ قرار داره. اگر نمیبینید این پالت رو، کافی از منوی ویندو لایر رو انتخاب کنید یا کلید میانبر F7 رو بزنید. میخوایم یک لایه جدید ایجاد کنیم که میایم از منوی لایر، نیو لایر رو انتخاب میکنیم. نیو لایر یا کلید میانبر Shift Ctrl N رو میزنیم. یا اینکه یک راه ساده تر از این قسمت، از قسمت پالت لایه ها، این قسمت رو کلیک میکنیم. یک لایه جدید ایجاد میشه. یه لایه ترانسپرنت ایجاد میشه رو حالت انتخاب که هست. میایم با ابزار قلمو براش یک رنگ رو انتخاب میکنیم، رنگ قرمز، اوکی، و روی تصویر میکشم. یک لایه جدید ایجاد میکنم و رنگ قلمو رو آبی میذارم و روی تصویر میکشم. دوباره یک لایه جدید، رنگ قلمو رو تغییر میدم. الان سه تا لایه داریم که هر کدوم از خطوطی که کشیدم داخل لایه جداگانه هستن. به هر زمان که لایه کاربرد نداره خاموش میکنم و علامت چشم رو میزنم تا لایه خاموش بشه به این صورت. به هر زمان که بخوایم میتونیم لایه رو روشن کنیم به این صورت. لایه چشم رو میزنم خاموش میشه و دوباره روشن میکنیم. دیگه نیاز نیست ما لایه رو دیلیت کنیم. کافی با این عمل لایه رو پاک کنیم و دوباره برگردونیم. برای کپی گرفتن از لایه راست کلیک روی لایه، بعد گزینه دوپلیکت لایر رو انتخاب میکنیم و اوکی. الان لایه ما دوتا رنگ زرد رو داریم و میتونیم با استفاده از درگ کردن روی این قسمت، روی این گزینه Create a new layer، یک دوپلیکیت بگیریم. برای حذف لایه راست کلیک و دیلیت لایر رو میزنیم یا کافی درگ کنیم روی سطل آشغال. برای گروه بندی لایه ها میتونیم هر تعداد لایه رو انتخاب کنیم. حالا به صورت تکی میایم کنترل رو میزنیم از صفحه کلید و لایه بعدی رو انتخاب میکنیم. میتونیم درگ کنیم روی این پوشه که این پایین هست. دوتا لایهی که انتخاب کردیم وارد این پوشه جدید میشه و تبدیل به یک گروه میشه. دوتا لایه دیگه ایجاد میکنم. برای اینکه بخوایم به صورت کامل، یعنی یک ردیف لایه ها رو انتخاب کنیم، کافی روی لایه اول انتخاب و شیفت رو از صفحه کلید نگه داریم و لایه آخر رو انتخاب کنیم و بعد میتونیم با راست کلیک گروپ فرم لایر رو انتخاب کنیم یا مثل قبل که انجام دادم درگ کنیم روی این فایل. گروه بندی کنترل و مدیریت ما رو نسبت به کارمون بالا میبره. این عمل زمانی که تعداد لایه ها زیاد باشه خیلی کاربردیه.
برای خارج کردن از حالت گروه بندی هم کافیه راست کلیک و آن گروپ لایر رو بزنیم. برای ادغام لایه ها کافیه دو یا چند لایه رو با هم انتخاب و بعد راست کلیک و مرج لایر رو بزنیم. و برای اینکه بخوایم این عمل رو برگردونیم و لایه‌های انتخابی به هم ادغام بشه و از حالت ادغام در بیاریم، گزینه Merge Visible رو میزنیم. برای ادغام دو یا چند لایه با هم، لایه ها رو انتخاب، بعد راست کلیک و Merge Layer رو میزنیم. خب میرسیم به ابزار انتخاب. نحوه انتخاب یا Select رو میتونیم با ابزارهایی مثل Rectangular Marquee، این قسمت. وقتی که یک نایه از تصویر رو انتخاب می کنیم، هر عملیات فوتوشاپی انجام بدیم تنها روی قسمت انتخابی اعمال میشه. هر زمان که می خواهیم به صورت مربع، دایره، مستطیل، بیزی، سلکت انجام بدیم از این ابزارها استفاده می کنیم. برای انتخاب مربع و دایره، اگه من بیام شیفت رو نگه دارم دقیق رسم می کنه. این قسمت. شیفت رو نگه می‌دارم، یک مربع رو دقیق رسم می‌کنه و این ابزار انتخاب کنم، شیفت رو نگه دارم، یک دایره به صورت دقیق رسم می‌کنه. اگر شیفت رو نگه ندارم و حالت عادی، می‌تونم بیزی رسم کنم و همینطور برای این قسمت مستطیل رسم کنم. و اگر زمانی که من یک شکل رو رسم کردم، یک سلکت، کافی اسپیس رو نگه دارم از صفحه کلید، ناحیه انتخابی جابجا میشه. یک سری گزینه هم این بالا وجود داره. این قسمت که به معنی اضافه کردن، اد، یعنی خود شکلش که مشخصه. با انتخاب این ابزار زمانی که یک بار ناحیه انتخاب بشه، بار دوم با درگ کردن ناحیه قبلی به ناحیه جدید اضافه میشه. به این شکل. و اگر من سابترکت رو انتخاب کنم، از ناحیه انتخابی کم میکنه. و اگر انتیسکت رو انتخاب کنم، این ناحیه دفعه بعد هر قسمتی رو که ناحیه قبل قرار گرفته بود، فقط همون باقی میمونه. یک حالتی تقسیم رو انجام میده. و گزینه دیگه ای که قرار داره به معنی نرم کردن ناحیه انتخابی. عدد قسمت فدر هر چقدر بیشتر باشه، حاشیه محو و نرمتر میشه. فعلا که روی صفر هست، من یک شکلی رو میکشم اینجا با استفاده از ابزار پینت که رنگ قرمز هم انتخاب هست، روی تصویر میکشم. فدر رو، عدد رو بیشتر میکنم با استفاده از ابزار سطل رنگ، روی تصویر میکشم. ببینید این قسمت حاشیه محو رو داره. ابزار انتخاب لیزی تول که فوتوشاپ سه نوع مختلف رو در اختیار ما گذاشته. این قسمت لیزی تول در پایان به نقطه شروع باید برسیم. یعنی کلیک موس رو به این حالت و به نقطه شروع برسیم. این خط به صورت آزاده و اگر این گزینه رو انتخاب کنیم، پالیگنال، به صورت چند ضلعی نایه مورد نظر رو میتونیم انتخاب کنیم و باز باید به نقطه شروع برسیم. و ابزار مغناطیک لیزی تول یا کمند مغناطیسی که حالت آهن ربایی داره، یعنی بر اساس رنگ شناسایی میکنه و انتخاب میکنه. قسمت رو کلیک کنم، این بدون اینکه بخوام دوباره کلیک کنم، خودش داره انتخاب رو انجام میده. و باز میرسیم به نقطه شروع، کلیک میکنیم. هدف من از آموزش این جلسه این بود که میخواستم با پرکاربردترین ابزارها آشنا بشید.
تا در جلسات بعد به مسائل اصلی بپردازیم. خب در این جلسه با پالت لایه ها کار کردیم، ایجاد، حذف و ادغام لایه ها، گروه بندی لایه ها و با ابزارهای انتخاب آشنا شدید. تا جلسه بعد خدایا رو نگهدار. به نام خدا، سلام و وقت بخیر میگم. جلسه دوم از آموزش فتوشاپ ویژه عکاسان رو شروع میکنیم. در این جلسه از آموزش میخوایم با مدهای رنگی و ویرایش و کنترل رنگ ها کار کنیم. خب فتوشاپ رو اجرا کنید و در مرحله اول میخوام با انواع بلندینگ مدها کار کنیم. مدهای رنگی آشنا بشیم که با استفاده از این مدها کنترل بیشتری روی نمایش رنگ ها میتونیم داشته باشیم. یک توضیح مختصر در مورد این مدهای رنگی میدم و از جلسات بعد با این مدها کار میکنیم. بعد از اینکه یک تصویر رو وارد محیط فتوشاپ کردید، در قسمت والت لایه ها، در این قسمت لایه رو از حالت لاگ خارج میکنم، با کلیک روی علامت قفل این کار رو انجام میدم. در این قسمت مدهای رنگی رو میبینید که با یک خط گروه بندی شده. دسته اول مدهای حالت نرمال هستند و این دسته که گروه دارکن بر روی رنگهای تیره تأثیر دارن و این گروه لایتن بر روی رنگهای روشن تأثیر میذارن و این قسمت کنتراست که ترکیب بین گروه دارکن و لایتن هست. خب به طور مختصر دستبندی این مدها رو گفتیم و اینکه این مدها چه نتیجه‌ای رو به ما نمایش میده تو جلسات بعد کار میکنیم. ما یک سری مدهای رنگی پایه داریم که برای صفحه نمایش و چاپ کاربرد داره که میتونیم بیایم از منوی ایمیج مد و این 8 مد رنگی رو ببینیم که RGB به طور پیشفرض انتخاب هست برای پیکسل هایی طراحی شده که از 3 رنگ رد، قرمز، گرین، سبز و بلو آبی که این مد رنگی برای نمایش تصویر تو مانیتور کاربرد داره. اما مد رنگی CMYK که از کلمات سایان، فیروزه‌ای، مجنتا، ارغوانی، یلو، زرد، بلک، مشکی گرفته شده که این مد رنگی برای کارهای چاپی استفاده میشه. و مد رنگی گرسکل برای نمایش تصویر کاربرد داره اما تصویر سیاه و سفید و مد رنگی بیت مپ برای تصویر سیاه و سفید اما برای چاپ استفاده میشه. خب میرسیم به کنترل رنگ ها در تصاویر. اگر تصویری حالا مثلا کیفیت مناسبی نداره، میتونیم بیایم کنترل رنگ رو انجام بدیم و نه تنها این تصاویر، بلکه تصاویری که استاندارد هم هستن و تنها برای تصویر سازی میایم کنترل رنگ رو انجام میدیم. به طور مثال یک تصویر سیاه‌سفید رو وارد میکنم. برای اینکه ابتدا بررسی کنیم کدوم رنگ بیشتر در تصویر است و کدوم رنگ کمتر و بتونیم یک حالت استاندارد رو ایجاد کنیم، میایم از منو ایمیج مجموعه ادجاستمنت لول رو فعال میکنیم. اما یک نکته بسیار مهم، اینجا ما این فرمان رو از این منو اجرا نمی کنیم. بهتر بیایم از منو لایر و نیو ادجاستمنت لایر این فرمان رو اجرا کنیم، یا اینکه بیایم از این قسمت دکمه که در این پایین بالت لایه وجود داره لول رو فعال کنیم. تفاوتی که وجود داره زمانی که من با استفاده از این دکمه اجرا میکنم فرمان لول رو، میتونید ببینید که یک لایه ایجاد میشه، اما اگر از منوی ایمیج این کار رو انجام بدم تنها روی تصویر اعمال میشه و اگه نظرم تغییر کنه بخوام پاک کنم این امکان وجود نداره. شاید بگید از قسمت استوری میتونم بیام این کار رو انجام بدم، اما تمام فرآیندی که بعد از لول انجام دادیم هم پاک میشه. پس برای اینکه بتونم از مزایای لایر برای این فرمان استفاده کنم این روش بهتره و اکثر فرمان های منو ادجاستمنت که در این قسمت هست میبینید اینجا وجود داره. در فرمان لول کادر محاوره‌ای این قسمت
سه دکمه لغزنده وجود داره که این دکمه لغزنده مربوط به رنگای تیره میشه و مقدار رنگ مشکی رو در تصویر نشون میده. و این دکمه لغزنده برای کنترل رنگهای روشن هستش. در بالا کانال RGB به طور پیش‌فرض انتخاب هست و اگر بخوایم یک کانال رنگ رو تنظیم انجام بدیم برای تصاویر رنگی میتونیم رنگ مورد نظر رو انتخاب کنیم و کنترل رو انجام بدیم. تو این تصویر میبینید که رنگ تیره خیلی کم هست و رنگ روشن خیلی زیاده. برای اینکه بتونم تنظیم درستی تو این رنگ روشن و تیره داشته باشم کافیه این نوار لغزنده رنگ تیره رو بکشم و تا قسمتی که شروع رنگ تیره هست یعنی این قسمت بکشم. قبل و بعد این تصویر رو میتونید مشاهده کنید. من این لایه رو خاموش کنم. این قبل و این بعد. تغییرات تو درخت ها کاملا مشخصه. برای تصویر رنگی هم میتونیم این فرمان رو اجرا کنیم. اینجا RGB انتخاب هست. میام رنگ بلو رو انتخاب میکنم و یک مقدار رنگ رو تیره تر میکنم. میبینید که رنگ زرد توی تصویر بیشتر شد و یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که زمانی رنگ آبی رو زیاد میکنم میبینید که رنگ زرد زیاد شد. علتش چیه؟ به خاطر اینکه 6 رنگ رو داریم ما اینجا. رد، قرمز، گرین، سبز، بلو، آبی، یلو، زرد، مجنتا، ارغوانی، سیان، پیروزه‌ای. که 3 رنگ رد، گرین، بلو در راستای هم قرار دارن و در مقابلش هر رنگ یعنی قرمز در راستاش یک رنگی وجود داره که برای اینکه بهتر متوجه بشید میام از منوی ایمیج، ادجاستمنت و کالر بالانس که خاموش هست میام منوی یعنی لایه تصویر رو انتخاب میکنم، ایمیج، ادجاستمنت و کالر بالانس رو میزنم. این قسمت میتونید ببینید که مقابل رنگ سایان رد وجود داره، یعنی من رنگ قرمز رو تو این تصویر افزایش بدم، رنگ فیروزه‌ای رو دارم کم میکنم و اگر رنگ فیروزه‌ای رو افزایش بدم رنگ قرمز رو دارم کم میکنم. همینطور این قسمت رنگ سبز رو افزایش بدم رنگ ارغوانی رو دارم کم میکنم. اگر رنگ ارغوانی رو زیاد کنم رنگ سبز داره کم میشه و این قسمت که دیدید رنگ آبی رو اگر افزایش بدم رنگ زرد تو تصویر کم میشه و اگر رنگ زرد رو افزایش بدم رنگ آبی کم میشه. این به طور ثابت هست و زمانی که میخواید کنترل رنگ رو تصاویر داشته باشید به این نکته حتما توجه کنید. خب ما تونستیم با استفاده از فرمان Levels کنترل رنگ رو روی تصاویرمون انجام بدیم. این لایه رو پاک میکنم با درک کردم یه سطل آشغال. خب یکی دیگه از فرمان‌هایی که برای تنظیم رنگ خیلی پرکاربرد هست فرمان هی ساتوریشن هست که تو کادر محاوره‌ای این قسمت اول من اجرا کنم. تو این کادر محاوره‌ای 3 نوار لغزنده رو می‌بینید که نوار لغزنده اول برای تغییر ماهیت رنگ هست، نوار لغزنده دوم ساتوریشن برای غلظت رنگ و این نوار هم برای نور و روشنایی رو میتونیم کنترل کنیم. این قسمت مستر انتخاب هست و اگر بخوایم از کانال رنگی خاصی کنترل بیشتری داشته باشیم میتونیم این رو انتخاب کنیم. به طور مثال بلو رو انتخاب کنیم و این قسمت تو این نوار که این رنگ ها ثابت هستن و در این نوار پایینی رنگ های جایگزین رو برامون انتخاب میکنه. وقتی من ماهیت رنگ رو این قسمت تغییر بدم رنگ جایگزینی که بعد انتخاب میکنه برای آبی ببینید قرمز رو انتخاب میکنه و همینطور نوار من بکشم سمت چپ رنگی که جایگزین میکنه برای رنگ آبی رو به ما نمایش میده. و اگر گزینه کالرایز رو
فعالش کنم تصویر تک رنگ میشه و از یک تون رنگ برخوردار میشه و میتونم یک تون رنگ رو برای تصویر انتخاب کنم از این قسمت. یک تصویر وارد میکنم با استفاده از کلید ترکیبی کنترل و منها از صفحه کلید تصویر رو یک مقدار کوچیکترش میکنم و بعد با استفاده از ابزار Quick Selection Tool میام یک قسمت رو انتخاب میکنم. میتونم از منوی ایمیج مجموعه ادجاستمنت بیام هیل ساتوریشن رو انتخاب کنم، اما چون میخوایم به حالت یک لایه ایجاد بشه از قسمت پالت لایر میام هیل ساتوریشن رو انتخاب میکنم، کالرایز تیک بخوره و از قسمت هیو میام رنگی که مد نظرم هست رو انتخاب میکنم و از قسمت ساتوریشن میتونم غلظت رنگ رو تغییر بدم، کم یا زیادش کنیم. و همینطور میتونیم برای یک تصویری که رنگ زمینه داره یا یک قسمت از تصویر رو تغییر رنگ بدیم. و برای یک منظره میام یک تصویر رو وارد میکنم. با دو روش این کار رو میتونیم انجام بدیم. یک روش با استفاده از فرمان Hue Saturation و انتخاب رنگی سبز. اول لاک رو بر میدارم و Hue Saturation رو انتخاب میکنم. رنگ سبز گرین رو انتخاب میکنم و بعد رنگ جایگزین رو براش از این قسمت انتخاب میکنم. غلظت رنگ رو بالاتر میبرم. برای تغییر رنگ در یک منظره مثلا فصل بهار رو به پاییز تبدیل کنیم، میتونیم با دو روش این کار رو انجام بدیم. یک تصویر وارد میکنم و بعد با استفاده از فرمان Hue Saturation و انتخاب رنگ سبز و یک رنگ زرد جایگزین میکنم و همینطور دوباره رنگ زرد رو انتخاب میکنم، رنگ نارنجی رو جایگزین میکنم، یک رنگ پاییزی رو به تصویر داد و میتونم با استفاده از اوپاسیتی شفافیتش رو کمتر کنم تا به یک نتیجه دلخواه برسیم. و با روش دیگه‌ای که میتونم این کار رو انجام بدم که یک تصویر دیگه وارد میکنم، میایم یک کپی از لایه اصلی میگیریم و بعد میایم تو قسمت چنل، کنترل A رو از صفحه کلید میزنم تا همه کانال ها انتخاب بشه و روی کانال آبی کلیک میکنم، کنترل C رو از صفحه کلید میزنم و میام روی کانال گرین، کنترل V رو از صفحه کلید میزنم و میایم روی RGB و برمیگردیم روی پالت لایه ها. و این قسمت زمانی که انتخاب باشه این لایه میایم اوپاسیتی رو کم میکنیم تا به یک نتیجه درستی برسیم. خب تونستیم با استفاده از این فرمان رنگ ها رو تنظیم کنیم که این فرمان خیلی پرکاربرد هست و میرسیم به یک فرمان خیلی جالب و پرکاربرد اینورت. یک تصویر رو که انتخاب میکنیم، از قبل ما تغییراتی روی این تصویر انجام دادیم، الان میایم با استفاده از سلکت قسمت فدر رو حتما توجه کنید اگر عدد فدر پایین باشه لبه تیزی رو به ما میده و اگر فدر بالا باشه لبه نرم و محوی رو به ما نمایش میده. یک قسمت از تصویر رو انتخاب میکنم و بعد با استفاده از منوی ایمیج، ادجاستمنت، اینورت که کلید میانبره، کنترل آی رو میتونیم بزنیم. میبینید که این قسمت از تصویر به حالت اولیه خودش برگشته. خب اگر فدر رو من بالاتر ببرم، به طور مثال روی C بذارم و بیام یک قسمت دیگه از تصویر رو سلکت کنم
و کنترل آی رو از صفحه کلید بزنم. البته زوم میکنم با استفاده از کنترل و به اضافه از صفحه کلید. میبینید که لبه نرمتری رو ایجاد کرده. خب در ادامه میخواییم تبدیل تصویر رنگی به سیاه‌سفید رو انجام بدیم. یک تصویر رو وارد میکنم و از قسمت Adjustment گزینه Black White رو فعال میکنم. این قسمت تصویر به طور خودکار سیاه‌سفید میشه و در این قسمت کانال های رنگی رو میبینید که میتونیم این کانال های رنگی رو به طور جداگانه تنظیم کنیم و با حرکت دادن این نوار لغزنده میتونیم این کار رو انجام بدیم. گزینه تینت اینجا وقتی انتخاب باشه یک ته رنگ رو به تصویر میده که باز با تغییر دادن این کانال های رنگی میتونید تصویر رو به نتیجه‌ای که میخواید برسونید. برای سیاه‌سفید کردن تصویر این فرمان Black White بهترین گزینه است. در این جلسه اومدیم با بلندینگ مود ها آشنا شدیم و در جلسات بعدتر بیشتر باهاشون کار میکنیم. با فرمان های تنظیمات و ویرایش رنگ ها کار کردیم. اینکه چطور رنگ یک تصویر رو کنترل کنیم و حتی ماهیت رنگ رو تغییر بدیم. امیدوارم مطالب مفید بوده باشه و تا جلسه بعد خدا نگهدار.